با فاصله دو روز از وقوع سه انفجار پیاپی مقابل سه مدرسه در افغانستان دو انفجار جداگانه در ولایت زابل و پروان در افغانستان باز هم قربانی گرفت مقامات افغانستان اعلام کردند که در اثر گذاری در یک اتوبوس مسافربری در جنوب این کشور حداقل یازده نفر جان باخته و دهها نفر دیگر مجروح شدند گل اسلام سیال سخنگوی ولا... والی ولایت زابل گفت که در این انفجار دست کم 25 نفر مجروح شدند که تعدادی از آنها زن و کودک بوده و حال آنها وخیم است وزارت کشور افغانستان در بیانیه اعلام کرد که این اتوبوس به وسیله بمبی کنار جاده توسط سنی های تندره طالبان هدف قرار گرفته است به گفته مقامات بیمارستانی در یک حادثه مشابه در انفجار بمب کنار جاده ای در مسیر یک اتوبوس در, ولا... در ولایت پروان دو غیر نظامی جان باخته و نه نفر دیگر مجروح شدند رئیس شفاخانه پروان گفت زخمی ها که در بین آنها چند زن و کودک هستند به بیمارستان منتقل شدند این دو حادثه پس از به شهادت رسیدن ده ها دانش آموز دختر در حمله تروریستی روز شنبه به مدرسه سید الشهدا علیه السلام در کابل صورت گرفت. برخی منابع اعلام کردند تعداد شهیدان این انفجار به 85 نفر رسیده است. این در حالی است که عناصر طالبان به تازگی و به مناسبت عید فطر ادعای آتش بس سه روزه دارند.